تای آقای هوکا. ما تحریم های علیه حسن شهرامین پور وضع کردیم تحت قوانین های شهرامین پور حقوق بشر رو نقض کرده، به خصوص در ماه شهر. او قتل 178 ایرانی رو در ماه نوامبر گذشته اقدام کرد. او رهبر گروهی بوده که سرکوبی شدید رو در ماه شهر انجام دادن. او اولین کسی است که بر اساس قوانین وزارت خارجه، بر اساس به دلیل اقداماتی که در ماه نوامبر انجام شده، تحریم میشه. این اقدام بر اساس اطلاعاتی بوده که ما دریافت کردیم. مردم ایران حالا بیش از 88,000 گزارش برای ما از طریق خطی که ما باز کردیم فرستادن. ما این اطلاعات رو استفاده میکنیم ازشون که کسانی که حقوق بشر رو در ایران نقض میکنند به پای میز محاکمه بکشیم. از ماه نوامبر گذشته ما دو قاضی و 8 مقام نظامی ایران رو تحریم کردیم. ما تمام اطلاعاتی رو که به دستمون میرسه از مردم ایران بررسی میکنیم و همینطور که پیش میریم افراد بیشتری رو به علت نقض حقوق بشر تحریم خواهیم کرد. در طول هفته گذشته مردم ایران دوباره به خیابان‌ها رفتند تا فساد حاکمیت رو که بهشون دروغ میگه علیهش تظاهرات بکنن. آقای ترامپ به فارسی توییت کرد و نشون داد که ما در کنار مردم ایران ایستادیم. ما از همه کشورها خواستیم که به ما بپیوندند، به خصوص با تحریم مقام‌های ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر. رژیم ایران در یک بحران شدید اقتصادیه. در بعد از اینکه ما خارج شدیم از توافق هسته‌ای، آقای پومپئو گفت که ما راه‌های اقتصادی ایران برای اینکه تروریسم رو پیش ببره می‌بندیم. حالا اعلام کردیم به اونها که پرداخت چنین باید برای چنین کاری هزینه زیادی پرداخت کنن و این هزینه بسیار زیاد هست. ما همچنان در حال افزایش هزینه اقدامات تروریستی ایران هستیم و همین ایران رو در شرایط بسیار بدی قرار داده. رژیم ایران رو اونها با سنگین‌ترین تحریم‌ها الان مواجه هستند و الان مردم ایران به درستی دارن دولت خودشون رو به دلیل فساد و سوء مدیریت محکوم میکنن. اونها از صادرات 2 میلیون بشکه نفت در روز 80% شما موفق شدیم کاهش بدیم. فکر میکنیم که 15 میلیارد دلار بتونستیم درآمد اونها رو کاهش بدیم. آقای روحانی هفته پیش گفتش که 200 میلیارد دلار اونها از دست دادن به خاطر تحریم ها. ایران در این حال یک بحران بانکی شدیدی هم مواجه هست که تقریبا نصف قرض هایی که از بانک های بین المللی کردن عقب افتاده. بیش از 40% مردم جوان ایران بیکار هستند و رقم تورم بسیار بالاست. حالا باید مردم ایران بپرسند که آیا اونها میتونن این اقتصاد رو پیش ببرند یا نه. و اقتصاد ایران حدود 14% امسال کوچکتر خواهد شد. در این حال یک بحران بودجه وجود داره برای این رژیم و این بر اساس بودجه جدیدی که اونها اعلام کردن کاملا مشخصه. به دلیل کاهش درآمد نفتی اونها نتونستند یک بودجه قابل قبولی رو ارائه بکنند. اونها حداقل در سال اوایل 2019 اونها اقداماتشون رو افزایش دادن برای اینکه حدود 1.5 میلیون بشکه میفروختن. بعد از اون کردنش 800,000 بشکه و حالا در بودجهشون گفتن که کاملا دیگه هیچ نیازی به نفت ندارن. در بودجه سال 2020شون به نظر میرسه که همچنان، اما این بر اساس این هست که بتونن روزی 1 میلیون بشکه صادر بکنن. این کاملا فانتزیه و اونها نمیتونن به این برسن. خودشون هم میدونن. این رژیم همچنین یک
یک بحران داخلی مواجهه، با بدترین تظاهرات داخلی در 40 سال گذشته، و به این دلیل که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دروغ گفته به مردم و با در مورد این که سرنگون کرده هواپیمایی رو که 176 نفر رو کشته، کسانی که در تلویزیون ایران کار میکنن اونها کارشون رو ترک کردن. یکیشون نوشته: من از شما معذرت میخوام برای 14 سالی که به شما دروغ گفتم. در این رژیم انتخابات رو در پیش داره و این انتخابات کاملا بیخود و ظاهری هست. از تمام این گروهایی که ثبت نام کردن 90 نفر تایید صلاحیت نشدن. همین شورای نگهبان 9000 نفر از 14000 کاندیدا رو تایید صلاحیت نکرده. در این انتخابات خودساخته ای که ایران داره پیش میبره، این نشون میده که ایران دیگه یک جمهوری نیست، بلکه تبدیل به یک اتوکراسی شده. و در نهایت ایران یک انزوای دیپلماتیک رو در پیش داره. ما دیدیم که بریتانیا، فرانسه و آلمان سازوکار حل اختلاف رو این هفته شروع کردن. نخست وزیر جانسون گفت که باید توافق برجام رو با توافق ترامپ جایگزین میکنیم، که ما از اون حمایت میکنیم. آقای روحانی دیروز تهدید کرد علیه نیروهای اروپایی و آقای خامنه ای امروز گفت که صحبت‌های مشابهی کرد. تا زمانی که این رژیم جامعه جهانی رو تهدید می‌کنه، به انزوای بیشتری پیش خواهد رفت و این انزوا عمیق‌تر و عمیق‌تر خواهد شد. چند سوال رو پاسخ میدم. شما گفتید که این یک پیشرفت بوده. در مورد این تحریمی که کردید میتونید مشخصا بگید که اون اطلاعاتی که دریافت کرده چی بوده؟ مثلا ویدیوهایی دریافت کردید که او داره سرنگونی تظاهر کنندگان رو انجام میده؟ ما ویدیوهای دریافت کردیم از این کشتار در شهر ماشر و همینطور کاری که میکنیم این که اطلاعاتی رو به شکل عکس و ویدیو و همینطور تکست دریافت میکنیم و بعد اونا رو با اطلاعاتی که خودمون داریم مطابقت میدیم تا زمانی که شواهد کافی داشته باشیم که بتونیم تصمیم بگیریم. ولی نمیتونید یه ذره جزئیات بیشتری بدید که چه تصویری به شما نشون داده شده که این فرد رو تحریم کرد؟ من وارد جزئیات این قضیه نمیتونم بشم، ولی ویدیوهاش رو داریم، ویدیوهایی که عموم مردم دیدن و این در واقع یک کامیون هایی هست که در اون رگبار گذاشته شدن. در همون کشتار بیش از 100 نفر کشته شدن. سوال دوم، شما گفته میشه که تهدید کردید اروپایی ها رو اگر این سازوکار حل اختلاف رو راه نندازن، اون وقت شما تعرفه 25% میذارید به ماشین هایی که اونها از اونجا قرار هست وارد بشه، و گفته شده که تماس تلفنی بوده بین وزارت خارجه آمریکا و وزرای خارجه سه کشور اروپایی که همکاری های هسته ایشون رو با آمریکا بیشتر بکنن. یا میتونید توضیح بدین که دولت الان این دولت داره چه فکری میکنه، میخواد چه کاری انجام بده؟ و یه سوال دیگه، من سوال دارم، میتونم و خانم مورگان میتونه بعدش بیاد، من یه سوال از ایشون دارم بعد از این سوال. نه، باید تموم بکنیم برای اینکه باید زودتر. در مورد سوالی که کردین، ما در مورد صحبت‌های دو جانبه شکل می‌گیره صحبتی نمی‌کنم. من نمی‌تونم تاییدش کنم نه ردش می‌کنم. خب حالا می‌تونی بگی سه جانبه، چهار جانبه بوده، ولی ما راجع به این چیزها حرف نمی‌زنیم. ما در مورد مسائل دیگه‌ای، در مورد مسائل هسته‌ای هم الان نمی‌تونم صحبتی بکنم. دولت بریتانیا حزب الله رو به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرده. آیا این همکاری با آمریکا داره انجام میشه؟
ما تبریک میگیم به بریتانیا که امروز اعلام کرد که کل گروه حزب الله رو، سازمان حزب الله رو به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرد و اموال اونها رو نگه داشته و ما هیچ فرقی بین گروه سیاسی حزب الله یا گروه نظامی اونها نداریم. من یادم میاد وقتی با کشورهای سه کشور اروپایی داشتیم بحث میکردیم در مورد اینکه چطور با مسئله هسته‌ای پیش بریم، این بحث همیشگی ما بود که ما نیاز داریم که حزب الله رو به عنوان یک سازمان به صورت کلی به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام بکنیم و این کاریه که بریتانیا انجام داده. در مصاحبه‌ای که دیروز کردید شما چهار مسئله رو گفتید راجبش که برای توافق جدید، و یکیش این بود که ایران به هیچ عنوان غنی‌سازی انجام ندادیم. من یه ذره گیج شدم برای اینکه به هیچ عنوان در اون طرح سازمان ملل هیچ بحثی در مورد این وجود نداره که به هیچ عنوان ایران نباید غنی‌سازی انجام بده. اینو شما از کجا میگید؟ سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل در سال 2006 و 2007 فکر میکنم یک قانونی رو وضع کرد که گفت ایران نباید غنی‌سازی بکنه. این به این معنی بود که کل بعدها این قانون، این مصوبه برداشته شد و تغییر کرد و این یه اشتباه بود. حالا بر اساس اون چیزی که شورای امنیت قبلا تایید کرده بوده، به هیچ عنوان با در مذاکراتی که در مورد توافق هسته‌ای بوده اون مصوبه نباید برداشت میشد، برداشته میشد. ما فکر میکنیم که اون استاندارد درست است و اگه ما بخوایم در واقع به نتیجه برسیم اینه که یه جایی باید تمام این مسائل رو برداریم. در یه مقطعی ممکنه اجازه بدیم که غنی‌سازی بوده باشه، الان ولی نمیخوایم بدیم. قبلا امارات متحده عربی زمانی که ما توافق رو میکردیم در مورد اون طرح 1-2-3 با امارات متحده، در همون زمان اجازه غنی‌سازی به اونها داده نشد. خیلی از کشورهایی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای دارن اونا غنی‌سازی نمی‌کنن. دولت ایران هم میدونه اگر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای میخواد داشته باشه احتیاج به غنی‌سازی نداره. سپاه امروز گفته شد که میتونه به راحتی رزمندگانش رو یا بفرسته به کشورهای دیگه. شما فکر میکنید که ایران آیا داره راه خشونت بارتری رو پیش میگیره؟ و اگه اینطوریه آیا فکر میکنید در ماهای آینده شرایط و خشونت ها بیشتر میشه؟ همیشه در اون منطقه خشونت در حال بالا گرفتن بوده. شاید قبل از اینکه قاسم سلیمانی رو ما هدف قرار بدیم اینطور نبود که همه چیز ساکت باشه. ایران این سیاست رو در طول 40 سال گذشته حالا داریم بهشون میگیم و داریم تحت فشار بهشون میذاریمشون که به هیچ عنوان این سابقه نداشته در تاریخ. این رژیم اینو دوست نداره و همین امروز دیدید که رهبر ایران چه تهدیدایی میکرد علیه کشورهای دیگه. ولی چیز کاری که بعد از کشتن سلیمانی اتفاق افتاد اینه که میخواد، رژیم گفت میخواد انتقام بگیره. به نظر میرسه که الان کمی عقب کشیدن پاشون رو، ولی یک ترکیبی داریم از فشار حداکثر اقتصادی و بازدارندگی. با کار اگر قرار باشه که نیروهای ما بیشتر تحت حمله قرار بگیرن، اون وقت صلح و امنیت در منطقه بدتر خواهد شد وضعیتش. بر اساس توافق هسته‌ای ایران موفق شد که سیاست‌های تروریستی خودش رو پیشتر ببره و این پولی که در اختیار اونها قرار گرفت این رو پیش برد. در مورد اون صحبت‌هایی که با کشورهای اروپایی کردین راجع به اون سازوکار حل و حل اختلاف، ولی به نظر میسه اونها به این سیاست فشار حداکثری هنوز نپیوستن. آیا فکر میکنید که کشور اروپایی به اندازه کافی کار انجام دادن؟ ببینیم، بذارین اون سه کشور اروپایی خودشون صحبت بکنن از طرف خودشون، ولی واقعا دیگه چیز زیادی نمونده که بخوایم ازش نگهداری بکنیم. ایران 5 بار در 5 قدم تعهداتش رو کاهش داده و
آقای ظریف هم گفته که ممکنه بدتر از این باشه. عملا چیزی از اون توافق باقی نمونده. در ماه اکتبر هم اون تحریم تسلیحاتی ایران برداشته میشه و این اجازه میده به کشورهایی مثل چین و روسیه که بتونن سلاح بفروشن به ایران. این چیزی است که شورای امنیت سازمان ملل باید در نظر بگیره. راه انداختن سازوکار حل اختلاف میتونه اگر نگاه بکنیم برگردونه تحریم های سازمان ملل و این چیزی هست که رئیس جمهوری خواسته از سه کشور اروپایی که توافق هسته‌ای رو با ایران رو برجام رو ترک بکنن و بیان یک توافق جدیدی رو انجام بدیم که میتونه ایران رو باز داره برای همیشه از دسترسی به سلاح هسته‌ای و این توافقی که ما میخوان که شاملش میشه این که هیچ غنی‌سازی وجود نداشته باشه و ما فراتر بریم از تهدید هسته‌ای موشک‌های بالستیک اونها رو و سیاست‌های منطقه‌ایشون رو و گروگان گرفتن‌هاشون رو هم مورد بررسی قرار بدیم. در مورد روابط آمریکا با گروه مجاهدین خلق بارها گفته شده که آمریکا حمایت میکنه از اونها. بعداً گزارش‌های دیگه دریافت کردیم. شما واقعا کجای کار ایستادی در این مورد؟ استراتژی دولت شما چه است؟ استراتژی ما در طول 3 سال گذشته این بود که ما با در کنار مردم ایران بایستیم. اون در واقع پیامی که ما دادیم این بود که با تمام ایرانیان خارج از کشور هم ما در ارتباط باشیم، به خصوص در واقع سفارت‌های ما. آقای پومپو دیدین که با ایرانیان خارج از کشور 3 هفته پیش صحبت کرد، من اونجا بودم. ما در واقع نگرانی‌های اونها رو میشنویم و بعد سیاست خارجیمون رو برای اونها توضیح میدیم، سیاستی که به شدت موفق بوده که تونسته به شدت ضعیف کنه جنگ‌های نیابتی این کشور رو. این کار ادامه پیدا خواهد کرد. 3 سال هست که ما این کار رو کردیم. ما گروه مورد علاقه نداریم بین این گروه ها. ما همونطور که پیشتر هم گفتم آینده ایران با توسط مردم ایران باید تصمیم گرفته بشه، نه دولت آمریکا. گروه های زیادی این بیرون هستن، خیلی در مورد آینده ایران نظرها و راههایی دارن، ولی باید اجازه بدیم مردم ایران در مورد آیندهشون تصمیم بگیرن. برایان، آیا یک در واقع مدال آور زن ایرانی خارج شد از ایران و آیا قرار هست به او پناهندگی داده بشه؟ نمیدونم که او درخواست پناهندگی داده یا نه. ما یک بیانیه مورگان داد زمانی که او خارج شد از کشور، البته یه توییتی منتشر کرد. این چیزی که من میبینم اینه که قدرت و انرژی که در تظاهرات ضد حکومتی هست زنان دارن اون رو رهبری میکنن. اینم ایشون هم یکی از مثالهایی هست که شجاعت نشان داده از خودش و خارج شده از کشور و او عملا نماینده خیلی از ایرانی های زنان ایرانی هست که نمیخوان حجاب داشته باشند و حقوقشون پایمال شده توسط دولت ایران. من فکر میکنم که خیلی از زنان ایرانی باشن که بخوان از این فشاری که دولت ایران روی اونها گذاشته خارج بشن. ولی نگاه کنید به همون توییتی که مورگان کرده، اون توییت خیلی خوبی بود. گروه های یک کمیته کنگره شما شرکت کردید و در اون قرار شد توضیح بدید، ولی چیزی از اون شنیده نشد، میشه توضیح بدین؟ فکر میکنم ما جزئیات بیشتری در مورد اون دیدار نداریم که به شما الان بدیم. این در مورد آمریکا و ایران، آیا هیچ گونه روابط مستقیمی، ارتباط مستقیمی بین ایران و آمریکا الان شکل گرفته؟ آقای اسپر هم گفت که شاید این رو در نظر بگیرن با توجه به اینکه تنش‌ها داره بالا میره. این راه‌های تماس با ایران
بارها گفته شده که باید یه راه مستقیمی بین ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها شکل بگیره. منم این شایعه‌ها رو شنیدم، ولی واقعا هیچ راه ارتباطی مخفی وجود نداره. من حداقل هیچ چیزی رو، هیچ چنین مسیری رو مطلع نیستم در موردش. همین سوالی که الان مطرح کردی، فقط دارم میگم مثلا چنین چیزی درست نیست. یه شایعه هایی بوده ولی درست نیست. آقای اسپرت به درستی گفته الان توپ تو زمین ایران هست. رئیس جمهوری هم بارها گفتند اینو و همینطور وزیر خارجه پومپو. ما دیپلماسیمون رو میخوایم که اونها هم با دیپلماسی به ما جواب بدن، نه اینکه با تهدید. اونها یک سر همش دارن راههایی که به لحاظ دیپلماتیک ما پیش پاشون میذاریم اون رو رد میکنن. بعد ببینیم در آینده چه تصمیمی خواهند گرفت. مردم ایران دولت شما رو مسئول اتفاقی که افتاده میدونن. فکر میکنید این فشار همچنان بر تهران ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا دولت آمریکا هیچ گونه در واقع برداشت صحیح از این که ایران چقدر خارج شده از اون توافق هسته‌ای در حال حاضر داره یا نه؟ در مورد مسئله اول، ما تظاهراتی در لبنان، عراق و ایران دیدیم ضد دولت. این یک مدل مشخصی هست از تظاهرات علیه فساد و ما فکر می‌کنیم که این تظاهرات ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه رژیم ایران یک تهدید بزرگی را الان باش مواجه هست و فکر می‌کنم در سال 2020 این تظاهرات عمیق‌تر خواهد شد. در مورد اینکه اونها چقدر فاصله دارند تا سلاح هسته‌ای، وقتی می‌رسیم به بحث غنی‌سازی، ما نباید اگه غنی‌سازی برداشته بشه، اونها اصلا نگران اینکه اونها کی به سلاح هسته‌ای می‌رسن دیگه نخواهیم بود. اگر به جایی برسیم که تا زمانی که ایران همچنان غنی‌سازی میکنه، همش داریم نگرانی رو داریم که اونها چقدر نزدیک هستن به سلاح هسته‌ای، ولی ما اصلا نباید غنی‌سازی داشته باشیم، برای اینکه دلیلش همین هست که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. این راه درسته. و سوال بعدی که یادید باید مسئولان دیگر اون رو جواب.